9 درویش گنابادی زندانی در زندانهای اوین تهران و نظام شیراز با انتشار بیانیه اهداف و خواستهای خود را از اعتصاب غذای دست جمعیشان برشمردند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، اعتصاب غذای آنها ابتدا در اعتراض به محدودیت‌ها بوده، اما آنها در بیانیه تازهشان گفتند که مقام‌های حکومت ایران درباره آنچه آنها نقض حقوق درویش خواندن باید توضیح بدهند و تا چنین کاری صورت نگیرد اعتصاب غذای خود را نخواهند شکست. صدیقه خلیلی، همسر حمیدرضا مرادی، یکی از درویش گنابادی که همکنون در اعتصاب غذاست، از شیراز روی خط تلفن با ماست. خانم خلیلی، چه اطلاع تازه از وضعیت همسرتون و همینطور کسانی که همراه ایشون در اعتصاب غذا هستند دارید؟ بله، سلام خدمت شما و حاضرین محترم. همسرم از 28 مرداد به طور غیرقانونیشون آقای کرمپور رو به زندان منتقل کردن. همسرم با آقای دانشجو با رضایت شخصی به حمایت از آقای کرمپور از بیمارستان که تحت درمان بودن به زندان رفتن و اونا رو با ماشین شخصی به زندان بردن و از اون روز به بعد من از ایشون هیچ اطلاعی ندارم. بله، شما اطلاعی از همسرتون ندارید، ولی کسان دیگه‌ای که در اعتصاب غذا هستن از اونها چه؟ آیا معلوم هست که اونها الان در چه شرایطی به سر میبرن؟ بله، طی یک تلفن خیلی کوتاه آقای کرمپور تماس گرفتن، گفتن که ما اعتصاب ملاقات هستیم، اعتصاب تلفن هستیم. بعد یه 3-4 روز بعدش شون اعلام کردن که اعتصاب غذام هستیم. بله، اینی که شما اطلاعی از وضع همسرتون ندارید، آیا تلاش کردید به مراجع قضایی مثلا مراجعه کردید که کسب اطلاع بکنید؟ بله، ما چند سال هست که این شکنجه ها، آزار و اذیت ها رو داریم تحمل می کنیم. متاسفانه هیچ کس جوابگوی ما نیست. از سال 84 از قبل این دشمنی ها بوده با درویش، ولی از سال 84 تا امروز شدت پیدا کرده، آزار و اذیت هاشون بیشتر شده. من فکر می کنم که از اتحاد و همبستگی درویش می ترسن. ممنونم از صدیقه خلیلی، همسر حمیدرضا مرادی، یکی از درویش گنابادی زندانی با پوزش به دلیل کیفیت نازل خط تلفن.